نهو خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین و معصومین در خصوصیات متقین حضرت فرمودند که قلوبهم محزونه و شرورهم معمونه و اجسادهم نحیفه و حاجتهم خفیفه و انفسهم عفیفه. که این قسمت بیشتر در رابطه با خود شخصیت انسان متقی است. رسیدیم به اینجا که می‌فرمان اجسادهم نحیفه، اجسادشون نحیفه. خب این خیلی دقت میخواد، وگرنه ازش سوء استفاده میشه. آیا به این معناست که افراد متقی آدم های بی ارزه؟ و خود ائمه که رئیس همه متقیان بودن بی ارزه نبودن؟ آیا به این معناست که خیلی لاغر و نحیف به این معناست که ما تو فارسی داریم؟ اینم نمیشه گفت، چون همه ائمه که اینا مصداقهای کامل تقوا هستن اینجور نبودن که خیلی لاغر و ضعیف باشن. در شکل و شمایل حضرت رسول صلوات الله علیه حتی داریم که خیلی بدن پیچیده، ماهیچه ها خیلی قوی، استخوان ها بلند محکم، یعنی اصلا از این آدم های ضعیف ناتوان مسلم نبودند و نبایدن باشند. ولی بالاخره امام موحدی یکی از خصوصیات متقین رو این میدونن که اجسادهم نحیفه. این باید دقیق‌تر روش تأمل بشه. آیا میشه اینجور فکر کرد که بدنهاشون برشون حکومت نمی کرده است؟ یه وقته که بدن حیوانی است و بر انسان حکومت میکنه. اگه اینطور باشه، خب در واقع اینجا بدن ما حاکم بر ماست. اینا نمیشه گفت بدن نحیف، این بدن حیوانی است. ولی یه وقت ما بر بدنمون حکومت میکنیم. اینجا حالا بدن از خود قدرتی مقابل روح نخواهد داشت. اینه که اگه اجازه بدیم یه بحثی تو این قضیه بشه که این مسئله به عنوان یکی از صفات متقین در فرهنگ خودش ببینیم چه معنا میده. حتما شما اینا نمیپذیرید، بایدم نپذیرید که ما هر آدم بی ارزه ناتوانی که هیچ کاری ازش نمیاد اینو بذاریم متقی. این با کدوم سیره اهل بیت میخونه؟ اینا رو باید حتما، خدا رحمت کند امام بنیان گذار انقلاب، خود امام یه آدم ضعیف ابدا نبودن. آقا مهدی عراقی، حاج مهدی عراقی، خدا رحمتش کنه، میفرمود که حاج مهدی عراقی یکی از گردن کلفتای بازار آجیل فروشا تهران بود، که از مرحوم نواب صفوی، خدا رحمت کند مرحوم نواب صفوی را،
این گش یه سری لختیه، چی میگن چاله میدون پیدا کرد تو ترون و خیلی قشنگ است این تیکرم بگم. مرحوم عراقی میفرمود که مرحوم نواب به دو دلیل این کاره کرد که یه سری از این آدمای اینجوری را پیدا میکنیم و روشون کار میکنیم. اولا از شرشون مردم را راحت میکنیم چون اینا چاقوکش لختی مردم آزاری بودن. ثانیا به مردم ثابت میکنیم اسلام ببینید از چی از کی چی میسازه. و واقعا نواب موفق بود. حالا انشاءالله خودتون تاریخ را بخون. یکی از این لختی ها خدا رحمت کنه آقای مهدی عراقی است. من دلم میخواد که حتی سخنرانی ها ایشون گوش بدین. از یه استاد مدرس اخلاق تاریخدان فلسفه‌دان بهتر صحبت میکردن که امام ایشونا بعد از انقلاب نماینده خودشون تو اطلاعات گذاشتن. یعنی امام و زمان مرحوم آیت الله کاشانی باز اینا روزنامه نگار شده. یعنی واقعا نواب موفق بود. حالا اینه میخوام بگم این آدم اینجوری اینقدر گردن کلوف بود که توی جریان فیضیه امام ها یه تنه اسکورت میکرد. امام ها دیده بودین چقدر بلند و امام قبل از اینکه اون قلبشون بیمار بشد را یادتون بیاد امام مدرسه علوی یه خیلی قدر قدرتمند، خیلی قدرتمند باید از اون وقت این آقا مهدی عراقی امام ها یه تنه اسکورت میکرده است. حالا خود ایشون میگفت حاج آقا روح الله اجازه نمیداد که ما ازش دفاع کنیم. خودش روحیه یه دفاع کامل داشت. یه جریانی نقل میکرد میگفت تو جریانی که چماق دارای شاریختن در ند در قوم میگو ما میدونستیم اینا الان دارن میزنند و میکشن میان خونه امام. نمیدونم رفته بودیم خونه امام یا نه، امام خونه قدیمیشون، من رفته بودم. از این زیر زمین ها داشت که جلوش پنجره هست و اینا و طبقه دومش اتاقا بود. ایشون میگو ما رفتیم تو زیر زمین که یه سری چوب آماده کنیم که اگه اینا اومدن باشون در بیافت. امام قبلا دستور دادن شیش که اینجا من هسته خودم میخوام دفاع کنم. ما حرف امام رو نشنیدیم، رفتیم چوبا را چون از ترس امام میخواستیم نفهمن امام، چوبا را گذاشتیم دم اون پنجره و اومدیم سر حوض دستمونه بشیم. امام دیدن منه گفت اینجا چیکار داری؟ میگه نگفتم اینجا نباشی. ایشون میگه من دیگه اشکم در اومد. گفت نه من نمیرم، نمیتونم تا انا شما رو بزنم. اون وقت ایشون میگفت که حاج آقا روح الله خودش یه تنه یه مرده ستا بزن به حاضر سلا. یعنی من میخوام این ذهنیتی که واقعا ما فکر کنیم میشه آدم شجاع نباشه و نور محمدی صلوات الله علیه و آله به قلبش بتابد این خیلی شک باید کرد. شاید نشد. امیرالمومنین میفرمان وقتی عرصه جنگ به ما تنگ میشد به پیامبر پناه میبردیم. بعد میفرمودن اون وقتی که تو صحنه جنگ حضرت خشم میکردن اون چنان چشماشون رو خشم به دشمن غضب الهی گرفته بود که هیچ کس جرأت نمیکرد تو چشما پیامبر نگاه کنه. اینا جا خودش. پس امامی که اینا رو یاد ما داده است خودشم سیرش بوده است. شما مقام معظم رهبری حفظه الله تعالی رو میبینید که خیلی به من برخورد که مثلا مسئول دفترش میفرماد حداقل هفته یک بار حتما کوه پیمایی میکنن. ما گفتیم ما اصلا این کارا رو نداریم، اینقدر تنبلی میکنیم، خیلی باید حساب خودمون رو بکنیم. حداقل یه بار و میفرمادن عموماً دو بار. میخوام نتیجه بگیرم اولی از ذهنتون بیاد بیرون. حالا دوباره این جمله رو نگاه کنید. این جمله
در فرهنگ ما بد معنی میشه. این که من دو سه هفته سی خود دلم میخواد این جمله را بررسی کنیم، سعی کردم کتاب لغترم نگاه کنم، تو کتاب لغت ها چیزی گیر نیمد، اما تو فرهنگ دین باید یه چیزی گیر بیاد. پس جمله این است، متقین یکی از خصوصیاتشون است که اجسادهم نحیفه. از ذهنمونم باید بیرون بیاد که آدم های بی ارزه شل لاغر چوخ شده ای که با یه تلنگار بشکنن، اینا نمیشه. متقی اینجوری ما نداریم. بله هر آدمی پیر که بشه خوب ضعیف میشه، لاغر میشه اینا، ولی امیرالمومنین اون وقتی که با مرحب خیبری جنگیده یا با عمرو ابن عبدود جنگیدن متقی نبودن؟ خب معلومه که بودن. خب اینه که بنده را به فکر انداخته. حاصل فکر من اینه، نمیدونم هم چقدر این حرف درسته. جمع بحثم رو عرض میکنم، باقیش ماله با. روح انسان، پس عرایز من ارتفاد بفرمان، روح انسان به دو نحو بر بدنش حکومت میکنه. یک حکومت تکوینی کلی حیوانی، یعنی شما میبینید هیچ وقت روح شما بدنی که برای شما کنترل میکنه، انگشتای شما دقیقا مشخصه، ابروی شما، کی ابرو را اینجا نگر میداره؟ وقتی مردیم ابرو ول میشه، پای موها میریزد، گوشتا میریزد، اصلا هیچی نمیمونه. انگشتا که وقتی مردیم تو قبر پنجتا نیست که، همش میپوسه میره پکارش. الان روح ما بر بدنمون حکومت میکنه، این هست حکومت کلی حیوانی. برای همین هم هر چه شما بکنید از این شکل و شمایلتون خارج نمیشید، و برای همین هم شکل شما شکل شماست. چرا؟ چون شکل شما در کنترل روح شماست، روح شما روح شماست، یعنی روح هر کس مال خودشه، بدن هر کس در کنترل روح خودشه. حتی اینجوری براتون بگم، اگه برفرض یک روزی برفرضا این دست بنده و جناب عالی کنده بشه، بعد یه دست دیگه جاش بذارن، که اتفاقا اون دست از این دستایی که شکل دست بنده نیست، بعد از چند سال دست طرف که به من وصل شده شکل دست من میشه که کنده شده است. چرا؟ چون این دست من بر اساس کنترل روح من این شکلیه، شکل دست شما نیست. دست من، دست شما بر اساس کنترل روح شما شکل دست شماست، فقط چون سیستم مادیه طول میکشه تا این تغییر انجام بشه. همینطور که وقتی هم که به وجود اومد این شکلی شد، طول کشید تا دست شما شکل دست شما شد، همینطور هی به مرور این سیستم ایجاد شد. پس یک حاکمیت کلی داریم بر بدن از طریق نفس، این مال همه است. حیوان هم همینطور هم. حیوان هم نفسشون بر بدنشون حاکم میشه. ولی گاهی دیدید که روح در این حاکمیت سست میشه. یعنی چی؟ یعنی روح را مشغولش میکنیم، ضعیفش میکنیم. روح که میدونین چی طوری ضعیف میشه؟ روح با جدا شدن از قدرت مطلق مشغول کثرت شدن ضعیف میشه. روح ضعیف میشه، یعنی روح جنسش جنس غیب است، قدرت بسیار داره، متمرکز میشه در کثرت، کثرت عالم ماده جنس مادون است، جنس ضعف است، حضرت حق جنس قدرت است.
قدرت محض است. اصلا جنس قدرت هم واژه خوبی نیست. هرچه روح به وحدت نظر کنه قوی میشه، نافذ میشه. تو اون تفسیری که راجع به اون فیلم سفر به ماورا عرض کردم، اونجا عرض میکنم حتی گاو پرسته که تو روح گاو تمرکز میکنه، یعنی قدرت عجیبی پیدا میکنه. هر تمرکزی وحدت میاره. اگه به احد تمرکز کردی وحدتت حق است. اگه نه مثلا یارو از دورت متمرکز میشه به این گچی که اونجاست، دو سه ماه اگه تمرکز کنید رو این گچ، کم بخوابه، همین که بیدار میشه دائم تمرکز کنید به اون گچ، یه اراده کنید گچه میشکنید بدون اینکه دست بهش بذار. قدرت هستی؟ این کم قدرت نیزادم دست به یه گچ نگذارد بشکند. یا دیدین حتما مثلا قاشق چایخوری یارو از دور کج میکنه، از دور ترن و وامیسونه. تمرکز قدرت میاره، ولی قدرت حقه نیست، اتفاقا قدرت احمقانه است. جنس روح ما جنس تمرکز به حق است، از حق است، به حق باید تمرکز کنیم. که شما اسمش رو میزنید حضور قلب، خیلی هم اسم خوبیه. حضور قلب مگه جز اینه؟ فقط لنگان لنگان میشه، کاری نداره دادم شش ماه به یه چیز تمرکز کنه، مثلا یه قاشق چای خوری. اما به احد که نمیشه، احد به وسعت هم لایتناهیست. اینه که شما حضور قلبتون برای احد خیلی طول میکشه، اما برای اینکه گاو پرسته دو سه ما زیر نظر استادش رو روح گاو متمرکز میشه، دم گاو که میجنبد از دم گاو منتقل میشه که روح گاو تحت تاثیر چه چیزی دمش جنبید، میگه بیدقا فردا بارون میادم. یعنی روح گاو چیزی نیست که آدم بهش متمرکز بشه، یه گاو میذاره جلوش بعد متمرکز میشه، سخت نیست. حالا شما میخواین خدا رو بذارین جلودون، آدم دائم حواسش پرت میشه، چرا؟ چون نیست یه چیزی. اینه که شما میبینین ارزش حضور قلب چقدر زیاد است و غیر توجه به حق هیچ فایده ای نداره. هیچ فوقش همین که عرض کردم، مثل گاف پرسته دیگه، گنده هاشون اینان که عرض میکنم دیگه، حالا کچکاش بکنم که هیچ. مثلا شما میبینید که گاهی به روح دریام و تمرکز میشید، ها؟ میکنم بیچاره از این کارا، خیلی مردم کجی هست. سه ماه، چهار ماه، سه سال، حالا بستگی داره که چقدر داره. چون دریا رو همطور کشکی نگیرین، همطور که بدن من در کنترل روح من است، این دریاها در کنترل ارواح مقدسن. بر همطور که دریای مرده دریایی است که دیگه اکوسیستم نداره، سیستم حیاتی نداره، مثل بدن مرده. امروز ارتباط بشر که با آسمان قطع بشه، با این کارا که میکنن، آهسته آهسته دیگه دریاهای زنده نیست. در اثر خورشید ارتباط موفقی از خود نشون نمیدن. حالا این بحثاشو نکنم، این یه تیکه رو میخوام بگم. حالا اگه شما با روح دریا متمرکز بشین، اگه دیدین تو اون فیلم سفر به ماورا، اون جادوگر قنایی با روح دریا، به قول خودشون با خدای دریا متمرکز میشن، ارتباط برقرار. وقت میدونین که دریا در اثر حرارت میره بالا. اگه دقت کردین تو این فیلم دورش آتیش گذاشته بود، مدت زیادی تمرکز که رفت بالا، مدتی هم همون بالا واستن، هرچه حرارت کم میشه بعد پف افتاد رو زمین. یعنی با قاعده چی این کاره که تمرکز در روح دریا به تعبیر ما، حتی این واجه هایی که اون واجه های استانداردی نیست، ما خودمون در فلسفه خودمون تعریف دیگه داریم. ملا صدرا عنوانش گوشه است عقول عرضیه، عقولی که در عرض همن، حرف خوبی هم هست. حالا
باز این واژه واژه فلسفی است، ممکن است ما بازم از این واژه عدول کنیم. من میخوام یک کلمه بگم و مسئله رو تمام کنم به اصل بحث، که پس تمرکز قدرت میارید، اما تمرکز اگه به حق نباشد این قدرت قدرت پوچیه. خیلی هنره آدم نیم ساعت وسط زمین هوا واسه هیچ کاری نکنیم، واقعا واسه دیگه، دروغ نبوده اینا، اما حالا که چی؟ بعدم مثل توپ بخوره زمین. چه چی آخه؟ چرا آخه تو چه؟ خیلی شما که نمیتونی، منم که نمیتونم، اما خالب چرا بتونی؟ این تمرکزهاییست که روح را از قدرت ارتباط با حق محروم میکنی. برای همین حرام هم هست. سن چرا جادوگرای واقعی را دارم میگم، این رمالای دروغی که اینا اصلا جادوگرم نیستن، جادوگری یه علم پرزحمت بسیار سخت بسیار بی خود حرامی است، اما زحمت داره، تمرکز میخواد. خب یه نوع تمرکز طبیعی شد عرض کردم، این که هممون داریم. یه نوع تمرکز لغو شد که علاوه بر تمرکزی که یه جادوگر من دارم، جادوگر متمرکز میشه بر کی؟ بر مثلا یه چیزی، یا یه چیزی رو به شما خبر میده سر به سر یکی بذاره. نه، از این کارا که به اذن خدا، خدا این اذن رو دادن که در سوره جن ما بحثشو کردیم، تکرار نمی کنیم. یه بی تمرکزی هم داریم بگم و بعد آخرین نکته را عرض کنم. بعضی ها رو دیدی نه، اون تمرکز طبیعیشون هم ضعیف میشه بیچاره. یعنی چی؟ یعنی حتی دیگه، حالا مثلا حتی مثلا شکمش، همین ظاهرش دیگه نمیتونه کنترل کنه. روح اگر عادی باشه، در تعادل باشه، خیلی کسرت زده نشد، سیستم بدنش کاملا بر اساس روحش کنترل میکنه. روح قشنگ است، و نفس و ما سواها، نفس همون روح است در اصطلاح ما. روح و این که تسویه باسی یعنی تعادل، یعنی روح حتما قشنگ است. هر بدنی که قشنگ نیست، به هر بدن نباید شکل هم باشه. میگه آدم ها نمیشه صد شکل باشن، هر صد شکل هم قشنگ باشن، متعادل باشن. قشنگی منظورم تعادل میشه. هر روحی زیباست. اگر بدن از دست روح در نره، شکل روح باشه، در کنترل روح باشه، حتما زیباست. بعضی ها رو دیدین زیرا مثلا چشماشون پف میکنه، هیکلشون از دست روح تا حدی در میره. گفت اندر گذری اشکمی رو دیدم، بعد از دو سه روز صاحبش پیدا شد. خب این چه شده؟ این کنترل طبیعی، هنوز الهیشو نگفتیم، کنترل طبیعی روح بر بدنش مختل شده. چی باعث شده؟ هوس جاشو گرفته است. هوس یعنی چه؟ یعنی پراکنده شدن روح در میلها، در میلها. روح اگر کسرت زده شد، پراکنده شد در دنیا، حواسش پرت میشه. این حواس پرتی غیر حواس پرتیه که من و شما داریم، روح خودش حواسش که پرت شد، یادش میره که بابا این گونه باید قشنگ باشه، ول میکنه، یک کنترل کلی میکنه دیگه، اون ترکیب بدن مناسب روح از دست میره. برای همین هم دیدین آدم های هرس بخور، آدم هایی که شش دنگ حواسشون جمع دنیاست، اینا بعضن روحشون دیگه بدنشون رو به شکل کامل متعادل قرار نمیده، یعنی متعادل نگه نمیداره. خیلی پارامترهای وسیعی در کار است، کلیات ها دارم عرض میکنم چون میخوام آخریش رو بگم.
پس قبل از این که آخری بگم، شما التفات می‌فهمید که گاهی روح ما حتی کنترل طبیعی بدنمون هم نمیتونه بکنه. شما میدونید که این بچه ها که ناقص الخلقه به دنیا میان، اینا هیچ وقت روحشون ناقص الخلقه نیست، بدن حسابی به جهت هرسی که مادر میخوره یا مشکلاتی که پدر و مادر دارن، این نمیتونه برای خودش جذب کنه. یعنی این که شنیدن تو اسلام میگن در دوره جنینی خیلی باید پدر و مادر رو مواظب باشن، فرق هم نمی کنه، مادر بیشتر باید مواظب باشه، ولی روح بچه که یه سنگ نیست تو شکم ننش، که روح بچه یه چیزیست حاضر به باباش نگاه میکنه، به ننش نگاه میکنه، و در ارتباط با پدر و مادرش که تعلق خاص بهشون داره، چون پایه بدنشون رو، بدنش رو از اونا داره، دائم خودش روش میده. اگه مادره هرس بخوره، سیگار بکشه، نمیدونم معتاد باشه، غصه بخوره، تنبلی کنه، هوس زدگی کنه، اینا باعث میشه که این بچه از این مادر به عنوان بستر مناسب رشدش نتونه استفاده کنه، یا بیجا استفاده میکنه. دیدین یه بناره که شب با عیالش دعواش بشه، فردا که میخواد دیواره بسازه، یه همینی یه جاشه یادش میره، یه جاشم اضافه میسازه. جنینم همینطوره، اگه ننه و باباش هرسش بدن، یه همینی یه انگوش اضافه در آورد، یا یه این استخونه یه گونه به این قشنگی کوتاه شد. دیدین بعضیا، یعنی از طبیعت زیبای یک انسان خارج میشه. ما هم در زندگیمون در کنترل بدنمون این خطرات برا ما هست. یعنی اگه ما در تمرکز طبیعی دینی نباشیم، بدنمون زور به ما میگه، ما دیگه نمیتونیم انگشتامون رو ششتا کنیم، اما بدنمون در اختیار ما نیست. بدن ما نحیف نیست، قویه، بر ما حکومت میکنه. متقی رو عرض کردیم، متقی یعنی کسی که تعلقش به احد است، به خدای احد. این تقواگر واقعی اولا اهل تمرکز است، ثانیا تمرکزش جهتش جهت حقیقی است، مثل گاف پرسته نیست. این آدم آقا بدنش برش حکومت میکنه، خدا نصیب عزم میخوام بر بدنش حکومت میکنه، این خیلی چیز خوبی است، خدا نصیب همه بکنه که یه شخصیتی آدم بشه که بدنش واقعا نحیف باشه، بدنشو بپروند اینجا، بپروند اونجا، بخوابوندش، بلندش کنه. بدنی که نیست، حالا میرسیم تو خود فرمایش حضرت هست، بعد از این فراز بحث شب و شب زنده‌داری اهل تقواست. بدنی که شب به من زور بگه بلند نشه، خب این بدن نحیف نیست، من نحیفم. یک. دو، چطور میشه که این بدن نحیف نیست؟ تمرکز من کم شده است. چطوری تمرکز من کم میشه؟ به غیر حق توجه تعلقی کردم. بندم این ساعتو دارم میبینم، اما یه وقت است که نظری که باید به حق داشته باشم به این ساعت دارم، همین کافی است که بدنم بر من حکومت کن. اما ساعت دارم، استفادم میکنم، اما دلم رو بهش نمیدم، اینجا دیگه روح من ضعیف نمیشه. روح که ضعیف نشد، بدن دیگه حکومت نمیتونه بکنه. در روایت همون هم چیزا خوبی داریم،
از ما میپرسن که چطوری بتونم بر بدنم حکومت کنم. مضمون نیست، میفرمان نیت دو قوی کن. نیت یعنی چی؟ این نظرت به حق باشه. نیت قوی یعنی حق بخواد. حاصل قضیه تا اینجا این شد که شخص متقی بدنش نحیف است. اون وقت حالا یه سری اشکالاتونم برطرف میشه. حالا اگه کسی روحش برا خودش یه بدن چاق، حالا به تعبیر ما، انتخاب کرده باشه، این بازم بدنش نحیفه. اینجا این حالا اینا هم حل میشه با ما، مگه نداریم که خود امیرالمومنین علیه السلام در شکلشون داریم که شکلشون بدن ضعیف لاغری نبوده است. یهودی ها یه سایی میگن اونا رو گول نخورید ها، یعنی یهودی ها برای زایع کردن چهره امیرالمومنین یه سایی میگن دروغ سونا. اما اون چه که حضرت بازوهای سه تبری داشتن، بدن پیچیده ای داشتن، حالا نحیفه یا نحیف نیست؟ با این تعبیر آره نحیفه. چرا؟ برای که نصف شب میتونه بلندش کنی، میتونه در یک شب خدا کنه دیگه همچی بدنی نصیب ماشه، در یک شب 1000 رکعت نماز بخونه با این بدن. چیز عجیبی سینا. بدن اگه نحیف شد، یعنی پس شما انتظار دونیم باشه که بدنتون در اختیارتون باشه. حالا یه بدنی لاغر است و در اختیارشه، یه بدنی چاق است و در اختیارشه، یه بدنی لاغر است و در اختیار نفسش نیست، حکومت میکنه بر نفسش، یه بدنی هم عکسش. یعنی دیگه این تقسیم بندی که ما به مشکل بیفتیم که نحیف صرفا یعنی لاغر نست. حالا بیان دوباره این تیکه رو یادآوری کنیم. تمرکز باعث میشه شما به چی برسید؟ به وحدت. وحدت باعث میشه جای کثرت ها معلوم میشه. یه انسان متمرکز روحش به اندازه‌ای که نیاز داره غذا میخوره. انسانی که اهل تمرکز نیست غذا میخوره دش. این که قدیمی بعضیا غذا امتحانش ما که کردیم و رفوزم شدیم دیگه. گاهی وقتا یه غذا میخوریم که بلکه جون بگیریم، بیشتر از این قوی بشیم، یه کاری بکنیم. یه غذا میخوریم، غذا ما رو میخوره، دیگه اون کار عادی هم که میتونستیم بکنیم دیگه نمیتونیم بکنیم. گاهی غذا ما رو میخوره. دیدین دیگه بناست که ما مرگا بخوریم یا مرگ ما رو. کل نفس ذائقة الموت. هر نفسی موت میخوره، میچشه. اما بعضی هم موت میخوردشون، هنوز نمرده مرده. بنا نیست که منا مرگ بخورد، بناست من مرگا بخورم، اما من باشم اما مرگ بره. اگه وقتی ما مردیم کی مرد؟ مرگ مرد. اگه ما موندیم، قرآن یه جور دیگه حرف میزنه. قرآن میگه کل نفس ذائقة الموت، هر نفسی مرگو میچشه، میخوره. یعنی من این آب را بچشم یعنی چی؟ یعنی میخورم، کم میخورم، مزمزه میکنم. غذا اگه با تمرکز، بقیه هوس هم همینطور. تمام میل های شما اگر با خدای احد واحد بتونیم ارتباط پیدا کنیم، جا خودش قرار میشه. حالا این چیزی که من دلم نمیخواد ازش بگذرم، این عداواییست که یهو ما در میاری. یعنی بی خودی بیش از حد خودمون رو ضعیف میکنیم تا قوه وهمیه که کانال ورود شیطان است حکومت کنه. بعد بچه های ضعیفی میشیم. منم خیلی نگرانم. بعد مثلا اومده است بنده خدا میگه آقا هی یه چیزایی میبینم، یه صدایی میشنوم. خب شما خیلی نمیشه به این چیزا دل ببندید. اول به من بگو ببینم در تعادلی؟ دیدین که آدمی که ضعیف بشه بدنش، وهمش قوی میشه،
وهمش که قوی شد شیطان میاد. داشتی من خودم باشون ارتباط، یعنی میدونم آقایینا میشناختم، بنده خدا میگفت اینقدر ضعیف میشدم که دیگه قشنگ معلوم بود شیاطین سر به سرم میذاشت. حالا اجمالی عرض میکنم، نمیخوام که بشنم. ما همچی چیزی نداریم که این به پای نحیف بودن طبق عرایزی که کردم به معنای ضعیف بودن و بی عرضه بودن که نیست. پس ما حق نداریم بی خود قضایی که طبعمون رو مختل میکنه استفاده کنیم. آیت الله حسنزاده آمولی حفظه الله تعالی میفرمودن که رفتم خونه یکی از این رفقایی به اصطلاح اهل ده، دیدم یک کنون کوچولو و یه ذره ماس گذاشته است میخوره. گفت حاج آقا بفرما. گفتم چی ها بفرما؟ اینکه تو میخوری خودم داری از دست میری، دیگه منم بخورم یه دوتاییمون از دست میری. بعد ادامه نمیدین که ایشون طب خیلی خوبی را میدونن، طب واقعی، یکی از اساتید طب. متاسفانه اون طبی که اینا میدونن از دست رفته. ایشون میفرمودن مزاد، این جمله شونم میگم تا اینجا نکته کامل بشه. مزاد اصطلاح طبیه، تو بس در طبیعی خودش اگه قرار بگیره، اون چه به واقع نیاز بدنش در حد نیازش میخواد، بقیهش هم پس میزنه. اگه از مسیر خودش خارج شد، در افراط و تفریط قرار میگیره. در افراطش این که هی میخوره، چرا؟ برای این که بخورد، اوکی خیلی بده. اون برش هم بده که مزاد پس بزند، اون چیزی هم که نیاز بدنه نخوره. وقت شما میبینید هی روحتون خراب میشه، شکاک میشید، وهمی میشید. نمیدونم، من چون میخوام ادبار آیت کنم، گاهی جملات هست که نمیدونم اومده بود یارو میگفت که یه آقایی که اصلا نه سرش به پاش تازه اومده، نمیذاشتم من جلسه رو ادامه دم. تو جلسه آقا من کار دارم. چی کار داری؟ داداش من همه ائمه را میبینه. گفتم که داداشته خیلی میزنی؟ گفت آره. گفتم نزنش تا نبینه. پسر رزون بس از بس میزنندش لاغر و نحیف وهمی شده. حالا چون مثلا مذهبیه است، این وهمیاتش به شکل چیه؟ مثلا نه آقا نور میبینم و اینا، نه آقا میزنیش ضعیفش کرد، یه چیز حسابش بده بخورد نزنش ببین از این بیماری هم رواجه ترسو. الحمدلله من گفتم داداشت به شدت مریض است و داره از دستت میشه، برو نجاتش. میخوام عرض کنم از این واژه ها بکار کنم. اینجوری ما نداریم تو اسلام. که تو اسلام داریم امام صادق علیه السلام چه امامایی داریم. امام میفرمان ما همه چی میخوریم، اما هر بار یکیش هم میخوریم. یه بار نون سرکه میخوریم، یه بار هم نون گوشت آبگوش میخوریم. جمله شو اینه دیگه، این فرهنگ فرهنگ تعادل است. حالا بیاد امتحان کنید، با هم امتحان کنید. اینا که شما تو تاریخ خوندین، اینا که خودشون خیلی پوز میدن، منم میشناستم بعضیاشون، که شما میگون غیر شیعه و عرفای خودمون، یه کسایی که آقا خوشا به حالش به سخت تو خیلی بزرگ، شما تا آخر ادامه بدید، یه تیچه فیلش هوا هندستون میکنه، یه کارایی هم میکنه، دستش هم تو آتش میکنه، اما ادامه بدین ببینین آخرش اینا به جایی نمیرسن. اینا آخرش هیچ نتیجه که نمیگیرن، یه آدم های بی خودی میشن، درست همون چیزه که شما میخواین نشید. اگه خواستید آدم حسابی بشید، باید در کنترل شریعت مستمر، این جمله منو نگاه کنید، مستمر و منظم و الهی. حضرت تو همین جا میفرمان الحمدلله که خدای برنامه برای ما فرستاد که ما بتونیم کنترل الهی بکنیم رو سیستم حیات خودمون. خب پس این که میفرماد اجسادهم نحیفه، به نظرم این بحثا رو میخواد. منم نمیگم بحثم کامل است، بیشتر تنزیهی بحث کردیم تا تشبیه. عرضم این است که بپاید اون خطرات رو به عنوان نحیف نگیرید، ولی مطمئنن خواهش میکنم این تاکید منو التفات بفهمید، مطمئنن اگه در کنترل باشید،
بالاخره نمیشه که شب و روز بدوی همش حرف بزنی. بالاخره باید یه مدت حرف نزنیم تو روز، همش همه جا باشیم، یه مدتی باید یه جا باشیم پیش خودمون باشیم. خانه هر انسان عبادتگاه انسان است، خانقاه واقعی انسان ها خانه انسان است. حضرت می فرمان دین من دین مثل یهود و نصارا نیست که که عبادتگاهشون فقط مسجد و کنیسه باشه. خانه مؤمنین عبادتگاه مؤمن است. این فکر کنی یعنی ما تو خونمون میتونیم معراج بریم. بالاخره تنهایی تو خونه را که نمیشه نداشت. ملتی که خدا را ندارن 6 تا کانال که ایچی 60 تا کانال هم کمشون است، چون میخوان خودشون را نداشته باشن. من و شما که میخوایم خودمون را داشته باشیم، این کانال مانالا به چه دردی میخوره؟ ما خودمون را میخوان. اینا ما را از خودمون میگیره. کلی عرض نمی کنم، اونجا که میگیره. در صورت انسانی که تمرکز دارد، حضور قلب دارد، به ما فرمودن جماعت دون برای واجبات دون. چرا مستحبات نمیشه به جماعت خون؟ حرام است دیگه از نظر امام، باطل است و بد بدعت است. برای اینکه میخوان یه وقتم باشین تنها، خودتون باشید و خدای خودتون. چرا گفتم بالاترین نافله نصف شب است، نماز شب است دیگه، از این بالاتر نده. نافله چون این کجاست؟ جاش جا عجیبی است. نه سنگینی غذای شام را داریم، نه کسلی صبح تا شام را داریم. خوابمون رفته، غذاهم حذف شده است. میشه سیر کرد از هم، برای هم دعا کنید که ما دست نریم. که خلاصه در شب زدن گفتن از همه درها بالاتر است دیگه. خب بیا که راه سعادت رو از بستان شب طلب کنیم. همه این حرف ها میخواد که تمرکزتون رو از دست ندید تا همه چیزا جا خودش باشه. کنترل میلها باید کنترل بشه. میلها نمیشه حسب بشه. حسب اگه شد یه آدم یه بودی میشید. یه بودی که شدید یه مدتی عارف بازی در میارید، بعدم از همه بدتر میشی. همین جا بود عرض کردم انگام یکی از این مدعیان خانقاه، رئیس یکی از فرقه های خانقاهی، با یه دختر 6 ساله تجاوز کرده بود. گرفتندش دیگه. ببینی اینان دیگه، اینا خیلی هم ادا در میارن، میشه دمه، کاری ندارد از این کار کردن دیگه، ولی تش اینا میشه. اما اگه در کنترل شریعت باشیم، نه دیگه این حرفا نیست دیگه. حضرت میفرمان که این آدما میلشون که کنترل شد، جمله را میخونیم خیلی جالبه، و حاجتهم خفیفه. خیلی خدا کمکمون باید بکنه. اینا حاجتشون کم است، نیازشون کمه از این دنیا. میخوان چه کار؟ کسی که خدا را داره، آی خوبه که آدم میبینه اصلا نمیخواد. بابا نمیخوام. شما میخوای به ما چیز بدی، دعا به ما بکن. یعنی اصلا وقتی کسی غنی ترین پرمنفعت ترین چیزا را داره، اصلا دلش نمیاد با بقیه چیزا دنیا با دنیا مشغول بشه. نمیخواد. چون هر که در خانه اش سنم دارد، گر نیاید برون چه غم دارد. خب وقتی انسان به یه همچه حادثه، تقوا، طلب حق کردن، انضباط شخصیت پیدا کردن، باعث میشه که خدا یه نوری به قلبش میندازه که اصلا این چرندیاتی که بقیه باش دل خوشن اصلا نمیخواد. اومد خودش هم دنبالش نمیره. حالا این چقدر خوشش. این مردم امروز خودشون رو مشغول چی کرده؟ زور زورکی ها دارن خودشون رو نیازمند به چیزایی میکنن که به هیچ دردی نمیخورد.
خودتون دیدین آقا؟ چه اشکال داره که ما یه فرش عادی داشته باشیم و واقعی خیلی من اسم نمیخوام بیارم این گنگ و فنگارم نداشته باش. چی میشه؟ چی بیشتر میخواد؟ چیز که خدا نداره و همین ها میگیره آدم را. نگو این حرفا رو بذاریم کنار، نگون به روز باید زندگی کرد، بگون به حق باید زندگی کرد. اگه امروز حق چراغ برق داشته باشیم داشته باشیم، بله منم نظرم همینه، نمیخوام بگم امروز دیگه نمیدونم بریم روغن چراغ بخریم، نه این حرفا نی. من حالا بفرمایید که یه چراغ عادی داشته باشیم زندگی کنیم. چراغ مال نور دادن است، مال پوز دادن که نیست که. کفش مال راه رفتن است، مال تبختر و تحکم بر غیر که نیست که. اینجاست که میبینید جامعه چطوری به بلا میفته و چقدر از دست میره. نه آقا اینه دیگه، امام شما میفرماد تا قیام قیامت متقیان اونان که حاجتشون کم است. چطور شده حاجتشون کم شده؟ بی رغبتند یا خوش رغبتند؟ من نظرم از خوش رغبتند خدا دارم. آخه اینا مردم فکر میکنن مثلا شما اگه خیلی حالا هی به شما میگم آقا میدونی این لیوان فرقش با این لیوان چقدر است؟ نه والا. میدونی این قیمتش با این چقدر است؟ نه والا. میگن یارو از این لاتا دیده بود بچهش املاش خیلی کم آورده است، گردن کلوف رفت تو مدرسه با خیلی عصبانی گفت به یارو آقا چرا به این بچه ما املاش کم داد؟ برقی را آوردن گفت آقا این املا را صابونه با سین نوشته. گفت حالا صابونه با سین کف نمی کنه؟ به من چه که باز حالا گاهی حالا این بی سواد. حالا آقای حسنزاده آملی آیت الله می فرمان الهی دنیا را آب ببره، حسن را خواب ببره، حالا ما را خواب ببره. ما خواب باشیم که آقا ما نمی فهمیم. گویند که در سقسین شخصی دو کمان دارد، زان هر دو یکی گم شد، ما را چه زیان دارد. آقا فهمیدین چی تو شده؟ چی تو شده آقا؟ هیچی، مثلا این مدلش عوض شده. من دیوونم که بشینم حواسم را جمع کنم مدلش عوض شد، من یه دیوان میخوام آب بخورم توش و سلام. آبش هم آب کثیف نباشه، ادب الهی یه بحث است، مشغول دنیاش. حالا ببین حاجتمون چقدر بی خودی زیاد میشه. خیلی باید به هم دیگه تذکر بده که اگه میخوان دلا دلا راه تو پر پیچ و خطر بی، گذرگاه تو بر اوج فلک بی، گر از دستت برایت پوست از تن برآور، تا که بارد کم ترک بی. خود جمله مشهوری از سلمان میفرماد که کیا نجات پیدا کردن؟ سبک بالا نجل مخففون، یه همچین مضمونی است. بالاخره اینه دیگه سلمان دیگه، یادتون نرفته این حرفام زیادیه ساقا. اون چه که منو از زندگی عقب میندازد این ارتجاع است. بی خودست بنده اگه بخوام الان مثلا راهی دور را بگیم آقا ما میخوام ساده باشیم مثلا با پامون بریم، خب به کارا نمیرسیم، به کار مردم هم نمیرسیم، کار بدی است. اسلام میگه اون چیزی که تو را به مقصد میرساند مقصد الهی باید استفاده کنی، ولی میگه که حاجتتو کم کن تا اینکه گرفتار دنیا نشی. اون چه که من شما را در خطر قرار داده است نیازهای دروغ است. نیازهای حقیقی را ما خیلی کار زشتیه. مثلا شما حساب کنید بالاخره کفش دو مثل این کفش مثلا یه جوری باشه که برای پا آدم گشاد باشه، تاشم نمیدونم ول باشه، بعدم اون بخواد راه بره نصف انرژی صرف میشه که این کفش رو پاش نگه داره. خب این انرژی خسته میشه، 2 کیلومتر که رفت دیگه نمیتونه راه بره. اون کفش ده قشنگ محکم بکن که بتون تون تون راه بری. حالا یه وقت میخوایم دیدیم که مستحب علما کفشی بپوشن که تند نرن، که مردمی که میخوان از حاج آقا سوال کنن، حالا یه جور کفش فوتبالی آقا بپوشه تند تند بره، حالا این مردم هم که بخواد سوال کنه دنبال آقا میدوه، خب نمیشه.
میگه آقا یه جور کفش، اما همین علما وقت جهادس موزه باید بپوشن، یعنی یه جور کفش حساب بند داره ده به پاشون میبندند و خیلی محکم، یعنی همیشه دو جور کفش داشتن، یه جور کفش همین نعلن برای اینکه آروم را برن، حکمت میاره، آرامش میاره از خونهشون تا مسجد. اما وقت تازه خونه و مسجد اول ده تا آخر ده چقدر بوده؟ از اینجا بوده تا سر خیابون. حالا مثلا تو این شرایط خب مثلا میبینیم که ما نباید زمان و زمینه و شرایط اینا رو گم کنیم، نمیخوام من رو اینا عرضم و طوری کنم که مصدع حضرات بشه، ولی چون ما دیدیم بعضی برادر خواهر مذهبی یادشون میره که بالاخره اون تعادل و صلابت و وقاری که باید یه مسلمان داشته باشه باید داشته باشه، در این حال حاجتای بی خود برای خودش نسازد. آقا دیگه ما یادم از قبل از انقلاب، عذر میخوام این دیگه آخری حرف، قبل از انقلاب ما شنیده بودیم که شهید مطهری یه اتاق دارن، خلاصه سر و تش خیلی درازه، معمول نبود دیگه، یخته تو قلبمون گفتیم یعنی چه؟ چرا رفقامون که رفته بودن دیده بودن گفتن آقا یه سالونه اتاق چه نیست که سالونه سن، همطور ما هم گفتیم چرا اینقدر تو اسلام باید اتاقا کوچیک باشه و اینقدر گنده نباشه و امیرالمومنین همش اتاقی داشت. خب بعد که یه خورده عاقل‌تر شدیم، حالا یا بود یه ذره عاقل شدیم، خب امیرالمومنین کتابخونه داشت، امیرالمومنین آرشیو داشت، آرشیو شهید مطهری دو سه تا زیر زمین جا می‌خواد، هنوز هم آرشیوایشون هنوز که کامل در نمیده. اینه که به خودمون تذکر دادیم که آخه آدم ببین کی شهید مطهری حاجتش خفیف بود و حاجت خفیفش نیست که دو سه تا سالون داشته باشه که کتاباشو با آرشیواش بذاره و فایلاشو بذاره تا اگه میخواد یه مبحثی رو طرح کنه بتونه هزاران آرشیو داشته باشه. اینه که آدم باید قاطی نکنه، جای خودش رو بشناسه، جای مردم رو بشناسه، اون چه به دردش نمیخوره در بی خودی برای خودش حفظ نکنه، این از تقوا خارجش میکنه. نسأل و که و ندعو که یا الله یا الله و یا الله یا الله یا الله یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینه و ثبت اقدامنا على صراطه، اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازقنا حلاوة ذکره و لذت مغفرته و اغرر عیوننا یوم لقائک برؤیته و تولى امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت قرآن، به حقیقت پیامبر، به حقیقت اهل بیت پیامبر، الهی قلوب ما را ظرف معارف قرآن و معارف اهل بیت و محبت به این خاندان قرار بده. الهی به آبروی فاطمه زهرا سلام الله علیها قلوب ما را، قلب امام زمان را از ما راضی و خوشنود بدار. الهی این جلسات را به عنوان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. پروردگارا این انقلاب بزرگ لطف توست به این مردم، الهی برای ما پایدار و مبارک بدار، ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. پروردگارا مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش میکنن موفق و معید بدار. خدایا مقام معظم رهبری این حکیم فرزانه و فقیه عالی قدر رو در پناه امام زمان از همه بدیات سماوی و عرضی مسون و محفوظ بدار. الهی توفیق ادای حقوق ذوی الحقوق ذوی الارحام احسان به والدین به ما عطا بفرما. پروردگارا ما را مسلمان بمیران. صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.